بسم الله الرحمن الرحیم. درود و سلام خدمت شما بینندگان عزیز. یک قسمت دیگه از برنامه منشور، همونطور که اطلاع دارید پس از اینکه نامه پس از 27 سال آقای خامنه ای پاسخ مولوی عبدالحمید رو در مورد وضعیت اهل سنت و مشکلاتی که اهل سنت دارند و حق طلبی برای اهل سنت پاسخ دادند، مولوی عبدالحمید در آخرین سخنرانیشون پیامد همین موضوع اشاره‌ای داشتن به نگاه ملی‌گرایانه به اهل سنت و نه نگاه مذهبی، اشاره‌ای به جمعیت اهل سنت داشتن و جمعیت 20 میلیونی رو ذکر کردن که اگر اهل سنت رو بهش نگاه مذهبی بکنیم ما به 20 میلیون داریم نگاه می‌کنیم، اما اگر به نگاه ملی نگاه بکنیم به این موضوع و جمعیت ایران رو در نظر بگیریم ما با 80 میلیون جمع 80 میلیونی صحبت خواهیم کرد. پس این پیامی بود که در واقع ما رو بر این می‌داره که نگاهمون رو به قومیت‌ها و مذاهب فراتر نگاه بکنیم، اندیشه فراختری به موضوع داشته باشیم و جدیتر وضعیت اهل سنت رو به شکل یکی از مذاهب موجود در ایران، شهروند ایرانی و یک ایرانی بهش نگاه بکنیم. به همین خاطر هم امروز ما همین موضوع رو، همونطور که در آنونس هایی که پخش شده هم خدمتون در طول این هفته اعلام شد، ما نگاه ملی گرایانه به مذاهب و اقوام رو جزء موضوع این هفته قرار دادیم و به همین خاطر هم دعوت کردیم از یکی از عزیزان و اساتید در این عرصه، استاد رضا علیجانی، نواندیش و فعال ملی مذهبی، که ایشون پذیرفتند، قبول زحمت کردند با ما در این برنامه به شکل اسکایپ حضور دارند. همچنین قرار بود که استاد زهرابی با ما همراه باشند، از عضو هیئت مدیره مرکز بین‌المللی سنیار که اولین مرکز ثبت شده رسمی دفاع از حقوق اهل سنت در جهان هست، اما متاسفانه مشکلی براشون پیش اومد، یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره این مرکز، مرکز سنیار، با ما همراه خواهد بود تلفنی البته، و اون هم کسی نیست جز استاد مهدی نخل احمدی. تا ارتباط با آقای نخل احمدی برقرار میشه سلامی دارم خدمت آقای علی جانی، اگر که صدا و صدای بنده رو دارن، تصویرشون که هست قطعا صدا هم هست انشالله. عرض سلام دارم خدمتون. سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خیلی خوش اومدید برنامه خودتون، برنامه منشور. من هم خدمت شما و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، در خدمتون هستم. بسیار خوشحالم که در این فرصت رو به من دادی که بتونم با بینندگان تلویزیون شما و به ویژه هموطنان اهل سنت گفتگو داشته باشم. خیلی خیلی متشکرم، باعث افتخار ما هم هست حضورتون در برنامه. بسیار ممنونم که قبول زحمت کردید و حضور دارید در این برنامه. استاد علی جانی، من از همون ابتدا مباشرتاً مستقیم میرم سراغ این صحبت مولوی عبدالحمید، صحبت بسیار گیرا و به نظر من خیلی اثرگذاری است. این نگاه رو اگر ما تغییر بدیم در کشور خودمون، قطعا یک نگاه فراختری به شهروندان و هموطنانمون خواهیم داشت، به دور از قومیت و مذهبشون. به نظر شما پاسخی که آقای خامنه ای به مولوی عبدالحمید دادن در رابطه با بعد از 27 سال یک پاسخ سیاسی بود که شرایط منطقه و اتفاقاتی که الان داره میفته در واقع پیامد اون بود، یا اینکه نه قطعا ما در آینده حرکت مثبتی رو در این مسیر خواهیم دید و نگاه حکومتی جمهوری اسلامی تغییر پیدا کرده نسبت به اهل سنت و اقوام؟ بله، ابتدا این رو خدمتتون عرض کنم که جناب مولوی عبدالحمید مسئله بسیار مهمی رو مطرح کردند، یعنی نگاه مدنی به جای نگاه مذهبی، قومی، فرقه‌ای، و ای کاش رهبران ما از ابتدای انقلاب تا کنون روشنبینی که و برخورد مسئولانی که مولوی عبدالحمید داشتن با این مسئله رو داشتن، و این خب بر حال اهل سنت کشور ما، هموطنان ما، باید قدر رهبران روشنی رو مثل مولوی عبدالحمید
کاک حسن امینی، در دشته ها علامه مفتی زاده و بسیاری عزیزان دیگری که با این نگاه ملی و مسئولانه دارن با مسائل کشور و دلسوزانه نسبت به حقوق اهل سنت دارن نگاه میکنن، قدرشون رو باید بدونن. این نکته اول. نکته دوم این که به هر حال آقای خامنه‌ای نقش‌های مختلف و متفاوتی داره. به لحاظ رهبر سیاسی کشور خب به هر حال بخش عمده قدرت دست ایشون هست و ایشون مسئول به هر حال همه اتفاقاتی که حداقل در این 20 سال اخیر افتاده بخش عمدهش متوجه ایشون است و در نسبت با هموطنان اهل سنتمون به هر حال به ویژه از این جهت که بیشتر در نقاط مرزی و پیرامونی کشور زندگی میکنن از یک جهت و از جهت دیگر به علت برخی جزمیت هایی که بخشی از روحانیت شیعه دارن، البته بخششون از طرف دیگه یک نوع نگاه امنیتی وجود داشته که به هر حال در ساخت قدرتی سیاه خامنه‌ای هم مسئولش بودن. اما از طرف دیگه آقای خامنه‌ای به عنوان یک فرد روحانی و مذهبی نسبت به برخی از روحانیون بسیار ارتجاعی، جزمی و فرقه‌گرا نگاه بازتری دارن. این رو خب چند بار نشون دادن در دوره‌های مختلف در رابطه با بستن برخی از تلویزیون‌ها و شبکه‌هایی که تفرقه افکن بودن، در رابطه با پخش اذان با روال و رویه‌ای که اهل سنت دارن، در رابطه با اینکه به همسران پیامبر، به هیچ کدوم از همسران پیامبر اسای ادبی نشه و بالاخره این پاسخی که به مولوی عبدالحمید دادن. البته این توضیحات که فرمودید در مورد همین قدم‌های کوچکی که آقای خامنه‌ای برداشتند جای خوشبینی داره، اما قطعا مشکلات مذاهب و خصوصا اهل سنت در ایران خیلی فراتر از اذان و همچون در واقع پیامدهایی است که نیاز هست گستره بیشتری، فعالیت بیشتری در رابطه با احقاق حقوق اهل سنت بشه. قطعا همینطوره. یعنی اینها خوب اصلا در حد یک مرهمه. من اینها رو فقط از جنبه تحلیلی گفتم که به هر حال آقای خامنه‌ای یه تفاوتایی داره در حرف. حالا من به سوال شما برگردم، به هر حال من فکر میکنم ترکیبی از این مسائل وجود داره، ترکیبی از مسائل سیاسی و انتخاباتی و یه مقدار تجربه حکومتداری، چون در انتخابات اخیر و همینطور انتخابات گذشته رأی اهل سنت ایران شاید میشود گفت که رئیس جمهور ایران رو تعیین کرد. پس از اون ما شاهد بودیم، خب در دوره انتخابات هم شاهد بودیم که به هر حال جریان راست و راست افراطی از هر طریقی میخواست کسب رأی بکنه، با برخی خوانندگان پاپ زیرزمینی دیدار کردن، مطالبی رو گفتن که خب خیلی بهش معتقد نیستن. شاید نوعی طمع یا نوعی محاسبه روی اهل سنت هم، رأی اهل سنت هم الان وجود داره. دیداری که آقای رئیسی با مولوی عبدالحمید داشتن و همین سخنی که آقای خامنه‌ای گفتن میتواند شائبه برخورد سیاسی و انتخاباتی هم داشته باشه. اما جدا از این جنبه به اصطلاح نیت‌خوانی مسئله، جمله‌ای که ایشون گفته که در همه ارکان و ساختار نظام نباید تبعیض اعمال بشه، این جمله به هر حال جمله‌ای است که میتواند از این پس به هر حال مورد استفاده اهل سنت و فعالین سیاسی مدنیش برای طرح مطالباتشون باشه و این جمله به هر حال جمله مثبتی است، رو به پیش است و دولت آقای روحانی هم دیگه فکر نمی‌کنم بهانه یا توجیهی داشته باشه برای اینکه به هر حال حداقل در سطح وزارت، نمی‌دونم سفارت، معاون وزیر، استاندار و چیزهایی که اصلا حقوق اولیه و بدیهی شهروندی اهل سنت است، به هر حال دیگه بهانه‌ای نداره. یعنی وقتی که رأس هرم سیاسی خودش این جمله رو گفته، آقای روحانی دیگه بهانه‌ای نداره. ولی همونطور که شما اشاره کردید، مسائل خب ریشه دارتر و عمیق‌تر از این مسائل هست. من دیدم در همین به هر حال کانال‌های خبری که امام جمعه محترم چابهار گفته بودن که به هر حال نظام مثلا
نظام آموزشی و درسی در مناطق اهل سنت نباید حاوی مطالبی باشه که مغایر و مقابل اعتقادات اونها باشه، یا مثلا شاگردهای مدرسه رو به مراسم سینه زنی ببرن که خب اونها به این مراسم اعتقاد ندارن. از این جزئیات و به هر حال چیزهای روزمره زندگی بگیریم تا مسائل اقتصادی، تخصیص بودجه، تا امکان به هر حال تصدیگری در مشاغل مختلف و رفع تبعیضی که خب وجود داره اهل سنت در ایران و به اصطلاح اقوام ایرانی به طور کلی‌تر از سه تا تبعیض رنج میبرن. یه تبعیض تبعیضی است که همه جامعه ایران هست، یعنی در یه جامعه‌ای که برای نظام طبقاتی هست، استبداد دینی هست، همه شهروندان ایرانی از اون رنج میبرن و اهل سنت و هموطنان ما در اهل سنت و همه اقوام ایرانی از اون رنج میبرن. بسیار متشکرم. من طرح سوالم بیشتر به این خاطر بود که این نامه‌ای که آقای مولوی عبدالحمید و این در واقع دادخواهی که آقای مولوی عبدالحمید از آقای خامنه‌ای و از دیگر رؤسای حکومت داره اولین بار نیست. از 27 سال من این تیتر رو، یکی از تیترهای جذابی بود که توی شبکه‌های خبری دیدم که بعد از 27 سال آقای خامنه‌ای پاسخ مولوی عبدالحمید رو بالاخره دادند. یعنی هر ساله ما یه همچون نامه‌ای رو می‌بینیم، اما اینکه انتخاب این وضعیت تو این موقعیتی که ما مولوی عبدالحمید همونطور که شما اشاره فرمودید با توجه به اینکه آرای اهل سنت تاثیرگذار بود و رئیس جمهور رو انتخاب کرد، اما حتی در مراسم تحلیف هم ایشون حضور نداشت و این نه تنها اهل سنت بلکه همه فعالین حقوق مدنی اعتراض داشتن به این قضیه، حتی خود و در واقع آقای مطهری در مجلس هم این اعتراض رو کردند. این کم لطفی ها، این یا عدم انتخاب در وزرا اصلا یک نفر هم تعیین نشد، آنچه که الان هم داریم میبینیم باز همین روال به نظر میاد که در استاندارها و شهرهای در معاونین وزرا هم احتمال داره، احتمالا همین روند پیش میره. به همین خاطرم طرح سوال من به این دلیل بود. اگر اجازه بفرمایید چون ارتباطمون با آقای نخلمدی برقرار شده، ایشون به عنوان یکی از اعضای هیئت مدیره سونیار، اولین مرکز رسمی دفاع از حقوق اهل سنت، اولین مرکز بین المللی رسمی، نظر ایشون رو هم در مورد همین موضوع من جویا بشم، بعد در خدمتون خواهیم بود. سال بعدی رو باهاتون حتما هستیم. آقای نخلمدی، عرض سلام دارم خدمتون. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. اگر آقا سخن داشته باشید تا من سوال رو مطرح بکنم خدمت. سلام عرض میکنم جناب محمودی، خدمت شما، خدمت بینندگان عزیز و خصوصا استاد علیجانی، و بسیار خوشحالم که در خدمت شما هستم. خیلی متشکرم از حضورتون در این برنامه، و با توجه به اینکه شما به عنوان هیئت مدیره یک اولین مرکز بین المللی دفاع از حقوق اهل سنت حضور پیدا کردید، من میخوام ببینم این پاسخی که آقای خامنه‌ای دادند تا چه اندازه میتونه کارگشا باشه برای آینده ایران و وضعیت اهل سنت. والا جناب محمودی، من فکر میکنم ما در دو بخش میتونیم صحبت آقای خامنه ای رو نگاه بکنیم، یا از دو زاویه میتونیم نگاه بکنیم. من اولا عذرخواهی میکنم چون در مکان عمومی هستم، اگر سر صدای آمد من پیشاپیش عذرخواهی میکنم. در بخش اول جناب محمودی، من فکر میکنم که خب بعد از چندین سال و بیش از 20 نامه ای که 20 تا 27 نامه ای که آقای مولوی عبدالحمید مستقیما آقای خامنه ای رو خطاب قرار دادن، و شاید بیش از چند ده نامه ای که نمایندگان مجلس، بزرگان اهل سنت، ریاست جمهوری و نمایندگان مجلس و بقیه مقامات جمهوری اسلامی رو خطاب قرار دادن، پاسخ دادن، هر چند در واقع یک پاسخ کلی به این نامه میتواند در واقع یک به عنوان یک نکته مثبت رو تلقی بکنه، و این مژده رو میتونیم به خودمان، به اهل سنت و به در واقع حتی به جامعه مدنی ایران بدهیم که نوعی از پاسخگویی در رأس نظام سیاسی ایران
تبلور پیدا کرده یا به هر حال درخواست هایی که مبنی بر پاسخگویی هست اینها تا حدودی توانسته جوابگو باشد و خب به هر حال رهبر مجاب شده است که باید در تقاضای به حقی که مولوی عبدالحمید از طرف یا به نمایندگی از اهل سنت ایران بارها مطرح کردن جواب بده. بخش دیگر جریان در واقع شاید نگاه های کسانی هست که کمی مرددتر نگاه میکنن، مردد به این معنایی که جوابی که آقای خامنه‌ای و رهبر دادن یک جواب بسیار کلی هست، جوابی هست که در واقع حتی کلیت اون صحبت ها یا درخواست هایی که آقای مولوی عبدالحمید داشتن رو پاسخ ندادن. نامه آقای مولوی عبدالحمید در دو بخش هستی که در وقت رفع تبعیضات هست و به کارگیری اهل سنت در مناسب اجرایی هست و بخش دیگر اون هم مربوط هست به در واقع رفع تبعیضات و آزادی های مذهبی که تمام اینها هم در قانون اساسی به بندها و اصول مشخص و تقریبا زیادی رو داریم در خود اصل 9، اصل 3، اصل 9، اصل 12، اصل 19، 20، 21، 23 تمام این اصول بر این یکسانی و برابری تاکید دارن. اما خامنه‌ای بیشتر تاکیدشون بر این بود که در واقع ارجاع بدن پاسخ آقای مولوی عبدالحمید رو به یک اصل قانون اساسی، اون هم مبنی بر این که همه افراد یکسان حتما نباید تبعیضی باشه، اما این رو ریز نکردن که چه ضمانت اجرایی برای این عدم تبعیض وجود دارد و چه در واقع راهکارهایی رو میتوانن پیشنهاد بدن مسئولین و به کسانی که خود دستن در کار هستن برای تضمین این مسئله. اما به هر حال من به عنوان در یکی از اعضای سنیار، به عنوان در یکی از کسانی که خب به هر حال تلاش میکنیم مبنی بر این که در یک مسیر مدنی و کاملا قانونی حقوق اهل سنت رو پیگیری بکنیم و به گوش حالا چه در داخل و چه در خارج ایران به گوش کسانی که گوش شنوایی دارن برسونیم، این رو به فال نیک میگیریم. اما معتقد هستیم که این راه یک راه کاملا به قول خدا مولوی عبدالحمید یک راه مستمر هست، یک راهی هست که نباید در واقع بر این راه هیچ گونه خستگی وجود داشته، هیچ گونه ایستادن وجود داشته باشه و نباید اگر به هر حال گاهی وقتها یک سری مشکلاتی بر سر راه فعالین یا بزرگان اهل سنت میان، نباید از مطالبات قانونی و مدنی که دارن چشم پوشی بکنن یا کوتاه بیاین و همچنان ادامه بدن، کما اینکه ما میبینیم در طول سالهای گذشته نوع روی کرده حاکمیت به نسبت تغییر کرده نسبت به اهل سنت و امیدوارم این تغییر هم ادامه پیدا کنه. بسیار متشکرم آقای نخل احمدی. آقای علی جانی، کاملا موضوع این پاسخ رو ما شایبه منفیش رو ازش، شایبه سیاسی بودن رو ازش دور میکنیم و با نگاه مثبتی به این پاسخ همونطور که شما هم فرمودید میاندیشیم و همونطور که آقای نخل احمدی هم اشاره کردن، با توجه به اینکه در این شرایط که ما یک حرکت مثبتی رو از امروز در برابر اهل سنت خواهیم دید یا حالا در برابر اقوام و مذاهب دیگه هم، حتی نظام حکومت جمهوری اسلامی یک نظام تو در توه، یعنی شما وقتی که تصمیم گیری هایی که رئیس حکومت میکنه یا رئیس جمهور در واقع انجام میده، گاه میبینید که با عکس العمل هایی که از طرف رهبری اتفاق میفته یا تندروهایی که در جامعه هستند به سرانجام نمیرسه. ما توی موردهای زیادی داشتیم که آقای روحانی تصمیم به تغییری داشتند، تصمیم به عکس العمل مثبتی نسبت به اقوام داشتند، اما همیشه با در بسته مواجه میشند. تا چه اندازه میتونیم تو این وضعیتی که با این ذهنیت، اگر شما موافق هستید که واقعا حکومت ایران این گونه است، یعنی دو تا حکومت در هم دارن تصمیم میگیرند، حالا بماند تندروهایی که هستند، حتی حکومتی که رهبری تشکیل داده و حکومتی که با رأی مردم انتخاب شده، جایگاه اهل سنت در چنین وضعیتی، در چنین نظامی چگونه خواهد بود یا چگونه هست و آینده چگونه خواهد بود؟ بله، منم سلام عرض میکنم آقای نخل احمدی، امیدوارم بحث خوبی پیش بره. دقیقاً شما به نکته مهمی اشاره کردید و پیچیدگی ساختار قدرت در ایران هست
و این خب اگه عقبتر برگردیم به تعبیری می شود گفت انقلاب ایران یک انقلاب التقاطی بود، یعنی هم روشنفکران و هم روحانیون سیاسی با طیف‌های مختلفی در اون شرکت داشتن. برحال وقتی میگم روشنفکران، بخشی از روحانیت مثل آیت الله طالقانی اینها رو هم در بر میگیره. برحال در اون بخش روشنفکری انقلاب قانون اساسی نوشته شد که خوب درش یک نظام یک دست و یگانه بود، اصل ولایت فقیه نبود، اونها شرط و شروطی مثلا برای رئیس جمهور نگذاشته بودن، یا اینکه دین رسمی انتخاب بشه یا تبعیضی بین شهروندان باشه. ولی بعداً در این التقاط اون جریان سنتی و جریان جزمی آمد و یه نظام دوگانه ای ساخت و وارد ما یک مرحله پیچیده ای شدیم که هم یه بخشش جمهوریت هست، حالا به طور نصف نیمه، یه بخشش ولایی هست. در اون بخش ولایی هم لایه های مختلفی قدرت و جناح های مختلفی وجود داره. یک تجربه ای رو هم در این 30 سال پشت سر گذاشتیم که در همین نظام پیچیده که گاه برحال قبض و بست هایی داره، سرکوب میکنه، اعدام میکنه، شکنجه میکنه، یا گاهی اوقات انتخابات بازی نیمه بازی هست، دوم خردادی اتفاق میفته، جنبش سبزی، جریان اعتدالی، در این برحال صورت مسئله پیچیده ما یه تجربه 30 و چند سال هم داریم که ما از طریق مدنی و با پیگیری و صبوری و مداومت و خسته نشدن و ایستادگی و مقاومت رو خواسته هامون ولو تحت فشار قرار بگیریم، بهتر میتوانیم به خواسته هامون به طور تدریجی ولو آهستگی و کندی برسیم. من فکر میکنم در اتباع اهل سنت هم همین تجربه وجود داره، همین که بعد 27 سال پاسخی شنیده میشود، حالا چه به خاطر شرایط منطقه، چه به خاطر شرایط برحال داخل کشور و انتخابات، این رو بایستی برحال توجه کرد، اعتنا کرد و این رو به حال پایگاهی و جایگاهی قرار داد برای پیشروی و کسب امتیازهای بیشتر و اینکه این حرف از گفته و گفتار بیرون بیاد و تحقق عملی پیدا بکنه. برخورد مدنی این فشار رو هم به دولت بد منتقل بکنه، هم به خب بخش ولایی. خود آقای خامنه‌ای هم در برابر این حرفی که زدن مسئولن، ایشون در همونطور که کاک حسن امینی هم در نوشتهشون آوردن، به حال در مجمع تشخیص مصلحت در نهادهای تحت امر رهبر و جاهای مختلف رئیس اهل تسنن دیده بشن، همون نگاهی که مولوی عبدالحمید گفتن، نگاه شهروندی وجود داشته باشه. ببینید در ایران اون بخش روشنفکری انقلاب، نگاه شهروندی و هموطنی و هممیهنی و اینکه همه ما یک مردم هست، مردم یک کشور هستیم و اهل سنت داشتن، اون بخش سنتی و جزمی به هر حال نزاع فرقه‌ای و نگاه فرقه‌ای داشته. تو این کشمکش بایستی نگاه اول بر اون نگاه دوم که نقش مهمتری در قدرت داشته باید بتونه غلبه بکنه. پیام آقای خامنه‌ای نشون میده که نگاه اول میتونه فشار بیاره و نگاه دوم رو عقب بزنه، هم در تئوری و هم بیشتر از اون تو عمل. به نظر میرسه نهادها و رسانه‌ها، نهادهای اجتماعی، ائمه جمعه، روشنفکران، روزنامه‌نگاران و بخش‌های مختلف جامعه مدنی اهل سنت باید این رو به هر حال ادامه بدن، این مطالبه رو عینیش بکنن، مستاقیش بکنن، از این مفهوم خیلی کلی و کلان در بیارن، مثال‌های جزئی بزنن و از هر دو بخش قدرت این رو بخوان و از جامعه هم بخوان که پشت این مطالبات ایستادگی بکنن. کمرنگ اتفاق افتاده و قطعا رو به جلو هست. این ساختار اجازه پیشروی میده به یه همچون حرکت های مدنی یا خیر، نه تنها برای اهل سنت بلکه برای بقیه گروه ها. ما در نظامی که اجازه ورود احزابی که یا ثبت احزابی که ولایت فقیه رو قبول ندارند، اجازه فعالیت احزاب از همون ابتدا بسته است مسیرش، یعنی تبدیل نمیشه به این که فقط اینا در حد شعار بماند. ببینید نه تنها در بین اهل سنت، خود جریان ما مثلا به عنوان جریان ملی مسلمی که در انتخاب در مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی رأی منفی به اصل ولایت فقیه دادن، بزرگان ما، این همیشه ما تحت فشار بودیم، ولی بنا به قبض و بست شرایط در فضایی می توانستیم فعالیت بکنیم، فشار بیاریم، حتی در حال لیست برای انتخابات مجلس بدیم، با
برخی از نمایندگانمون به شورا یا مجلس ورود کنن یا نمایندگان مورد حمایت، در شرایطی هم تحت فشار بودیم. خود ساختار مقاومت میکنه، طبیعی قدرت و ثروت، قدرت مطلقه در واقع مقاومت میکنه، ولی از اون طرف بایستی جامعه مدنی فشار بیاره، نتیجه عمل یا در واقع پاسخ به پرسش شما فقط به ساختار بستگی نداره، به کنش طرف مقابل، یعنی ما جامعه مدنی، احزاب دگراندیش، اهل سنت، زنان. الان ببینید زنان هم حق انتخاب، حق رئیس جمهور شدن ندارن بنا به تفسیر آقایون. زنان هم وزیر نشدن. زنان نیمی از جامعه ما هستن. زنان حتی حق ورود به ورزشگاه ها رو ندارن. زنان حق برخی مشاغل قضایی رو ندارن. ولی با فشاری که آوردن کم کم حکومت داره میبینه زنها رو. به نظر من این الگوی مناسبی است برای همه بخش های جامعه مدنی ما، برای روشنفکران و احزاب مخالف و برای هموطنان اهل سنت ما، که علارغم صعب العبور بودن این مسیر ولی ما راه دیگری هم نداریم. من فقط به نگاه از بالا و پارلمانتاریسم نگاه ندارم، من نگاه اصلیم به جامعه مدنی است. اگر ما جامعه مدنی قدرتمند و مقاومی داشته باشیم و صبوری داشته باشیم که در برابر فشارهای جریان مقابل کوتاه نیاد، نه خانه نشین و منزوی بشه و نه دوچار رادیکالیسم و خشونتی بشه که بهانه به دست سر بده، به تدریج میتوانیم قدرت رو هم شاید به تعبیر خودمانی تر بگیم اهلی بکنیم و عقب بزنیم. بله. آقای نخل احمدی، شما با توجه به اینکه از فعالین حقوق اهل سنت هستید، توضیحات استاد علیجانی رو هم شنیدید، جایگاه اهل سنت الان چگونه است و آیا این روند رو به رشد رو شما خوشبینانه بهش نگاه میکنید یا وضعیت اهل سنت به مراتب بغرنجتر از این حرف هاست؟ خدمت شما از کنم جناب محمودی، من اگه بخوام به نمایندگی از سنی ها صحبت کنم، موضوع بحث تغییرات در نظام جمهوری اسلامی ایران یا دیدگاهی که خب حکومت در ایران نسبت به اهل سنت دارد، یک مسئله هست که اشکالات بسیار زیادی شاید بشه نسبت اون گرفت، اما این رو ما نمیتوانیم مجزا یا در واقع به دور از اشکالاتی که کلیت جامعه ایران، بخش عظیم از جامعه ایران با اون مواجه هستند، تحلیل بکنیم. یعنی اگر ما بخوام یک مخرج مشترک بگیم بین مشکلاتی که جامعه اهل سنت دارن و مشکلاتی که سایر مردم در ایران دارن، اهم از اهل تشیع مسیحی و بقیه اقلیت‌ها، ما یک بخش بسیار زیادی از این مجموعه یک اشتراکاتی دارد که انگوش گذاشتن بر روی این اشتراکات میتواند در واقع ناخودآگاه مشکلات اهل سنت رو هم قطعاً حل بکند. یعنی اگر ما بخوایم به صورت کاملا اختصاصی بپردازیم به موضوعات اهل سنت، طبیعتا غافل شدیم از برخی از در واقع توانایی ها و پتانسیل هایی که اهل سنت می توانند در یک نگاه کلانتر برای رفع ریشه ای تر مشکلات کشور و جامعه مدنی در مورد اونها صحبت کنند. اینها مشکل در واقع موانع پیش روی خودش رو هم قطعا داره. یعنی ما این موضوع باید فضاسازی باشه و به یک مصوبه یا به مصوبات قانونمند نیاز هست در این مورد. یعنی ما نمیتونیم خیلی شتاب زده امیدوار باشیم که این جایگاه هایی که مثلا آقای خامنه‌ای در این نامه جواب خودشون گفتن یا گاهن برخی از مسئولین آقای یونسی و آقای روحانی صحبت میکنن، اینها امیدوار باشیم این جایگاه ها رو خیلی زود داشته باشیم. در این حال نباید هم مایوس باشیم، چون خب به هر حال در یک فضای تعاملی روی این خواسته های منطقی میشه پافشاری کرد تا زمانی که خب به هر حال اینها رو بتونیم به صورت یک روال قانونمند در بیاریم. اما اگر بخوایم جایگاه اهل سنت رو به صورت کلی نگاه بکنیم، خب دو دیدگاه در نظام جمهوری اسلامی، استاد علیجانی هم فرمودند، دو دیدگاه وجود داره. یک دیدگاه خب دیدگاهی هست که بیشتر از طرف روحانیت کمی متعصب‌تر روایت می شود و به گوش می رسد، که این دیدگاه خیلی شاید همه پسندی نیست. حتی در جامعه ایران هم بسیاری از روحانیون، بسیاری از روشنفکران با این دیدگاه هم نظر و هم رأی نیستن. مثلا به اشخاصی مثل آقای مکارم شیرازی که میارن مثلا فرض کنید اصطلاحی رو به کار میبرن مبنی بر این که اگر مثلا به اهل سنت بیشتر از حد معمول بها بدین، اونها فرو میشون یا پرتوقع میشون. یا مثلا آقای مصباح یزدی که میارن از کلماتی مثل مثلا در مورد مسلمانان اهل سنت در مورد
مثلا انحراف کشیده ها، یعنی شاید همچه اصطلاحی رو بشه به کار بود، از اینجور مسائل به کار میبرن. اینها در اقلیت هستن در نظام جمهوری اسلامی ایران و ما خب یک اقلیت به قول آقای یونسی صدای بلندی دارن در مناطق امنیتی و نظامی و تا اقتصادی، اینها در واقع دست بالایی دارن و به خاطر همین هم هست دست کسانی که تعادلی دارن در روایت های خودشون کمی کوتاه‌تر هست. اما نهایتا عرض کردم که حرکت جامعه مدنی در ایران یک حرکت رو به جلوی هست، یک حرکتی هست که به یمن وجود فضاهای مجازی، به یمن وجود به حال اشتراکاتی که امروز ما می‌بینیم به نسبت در بسیاری از طبقات مختلف یا گروه‌های مختلف اجتماعی در ایران، مثل زنان، مثل اهل سنت، مثل اینها در حال قول‌های مشترکی در حال شکل گرفتن هست، مطالبات مشترکی در حال شکل گرفتن و امیدوار هستیم که این مطالبات مشترک با سعی صدری که از سمت بزرگان اهل سنت، از سمت بزرگان بقیه گروه‌ها همراه هست، بتوانند در واقع به کرسی عمل بنشینند و در آینده نزدیک شاهد یک در واقع احقاق حقوقی برای تمام گروه های مدنی در ایران، اهل سنت، زنان، اقلیت های دیگر مذهبی و بقیه جامعه مدنی باشه. خیلی متشکرم. پس این نگاه امیدوارانه قطعا رو به جلو هست، اما آقای علی جانی، یکی از عادتهایی که نظام جمهوری اسلامی داره ایجاد اصطلاحات هست برای اینکه بتونه تأثیر در واقع دیگران رو سمت و سوی حرکت خودش رو بر این اساس تأمین میکنه. مثلا فتنه‌گران، همین استفاده از کلمه فتنه‌گران تأثیر بسیار بالایی داره برای اینکه مشکل آقای کروبی و آقای خانم رهنورد و آقای موسوی حل نشه یا حصرشون منتفی نشه، چون از فتنه استفاده میکنن. یا به همین روال ما در بخش‌های مختلف میبینیم از این عناوین به خوبی شاید میشه گفت سوء استفاده میکنند. یکی از مسائلی که در ایران اتفاق میفته اینه که به جمعیتی یا اقوامی مثل مذهبی مثل اهل سنت اصطلاح اقلیت تأمین میکنند. این گفتن اقلیت به یک گروه در جامعه مدنی آیا تأثیری در کنار زدنشون نمیذاره؟ اینی که جزئی از در واقع یک بخش کوچکی از این جامعه رو شما تشکیل دادید، از همون ابتدا اینو تحمیل نمیکنه به اهل سنت که شما اقلیتید، شما حقوقی ندارید، حتی به لحاظ آماری هم اجازه نمیدن اهل سنت آمار مشخص و دقیق و علمی در واقع قانونمندی ارائه بشه ازشون. تا چه اندازه این تأثیرگذار میبینید در روحیه جامعه اهل سنت که قرار هست با همین انفتاحهایی که ایجاد شده رو به جلو پیش برن؟ ببینید، واژه فتنه یا کلمات که بار ارزشی دارن خب از ابتدای انقلاب به کار می رفتن، منافق، ملحد، التقاطی، از این کلمات و فتنه‌گر، اینها خب به یه جنس دیگه است و اسم رمز سرکوبه. اقلیت و اکثریت اگر در کانتکست مدرنش ببینیم بار ارزشی نداره، هرچند آقایون به هر حال میتونن این رو با برحال انگیزه های یه مدار تحقیر کننده به کار ببرند، ولی برحال در فضای سیاسی، رسانه‌ای و فضای آکادمیک کلمه اقلیت و اکثریت بار ارزشی نداره. حتی میشود گفت برعکس، دموکراسی با رعایت حقوق اقلیت ها تعریف میشه. اما مهمتر از اون، حالا برحال سلم ما اقلیت هستیم، فرض کنید به مخالفین سیاسیشون هم میگن دیگه، خب شما چرا، همین که شما گفتین، شما چرا اجازه نمیدین در یک انتخابات آزادی معلوم بشه؟ چرا شما با نظارت استصوابی حراس دارین که مثلا کاندیدایی از احزاب مختلف سر کار بیان و بیان در معرض رأی مردم قرار بگیرن؟ این نشون میده، من بارها این رو به کار بردم، که در ایران واقعا یک اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه.
یعنی خود آقایون به علت دوپینگی که توسط نظارت استثبابی میشوند، خودشون در واقع به صورت جعلی خودشون تبدیل به اکثریت میکنند. هر موقع دقیقا من ببخشید آقای علی جان، دقیقا همینو من منظورمه. الان یک اقلیت داره حکومت میکنه اما اسمش اکثریته، یعنی به اونا اقلیت نمیگن، به کسایی که شهروند، یعنی الان بیشتر اقوام ایرانی نه تنها فقط اهل سنت رو یک نگاه قومی مجزای کاملا منفک شده از جامعه مدنی نگاه میکنن بهش، و این نه تنها در اما تأثیر روی خود جوامع اقوام و مذاهب میذاره. روی من سنی وقتی بهم میگن اقلیت و حقوقی رو ازم ضایع میکنن، بله در جامعه دموکراسی من میتونم با این عنوان اقلیت درخواست حقوقم رو بکنم، ولی در جامعه مثل جامعه ایران این تأثیر میذاره چون دموکراسی وجود نداره. بله ببینید، ما نباید تسلیم این منطق بشیم. اولا این منطق رو باید افشاش کرد، بگیم خود شما اقلیت هستین. وقتی من اقلیت تو اینجا به معنی مفهوم منفی به کار نمیبرم، توصیفی به کار میبرم، میگم شما به اندازه تعدادی که هستین سهم از قدرت نبردین، بیشتر بردین، چون شما به علت نظارت استثبابی نمیذارین اساسا گرایشات سیاسی معلوم بشه مردم کدوم بیشتر قبول دارن. اما از طرف دیگه اقلیت به این معنای خاصش که به کار برده میشه، ما نباید تسلیم و جامعه مدنی اهل سنت نباید تسلیم این منطق بشه. همون گونه که مولوی عبدالحمید شما ابتدای برنامه به درستی گفتید، در مرحله اول همه شهروندان ایرانی شهروند ایران هستند. تعاریف بعدی، توصیفات بعدی مثل مرد و زن، شیعه سنی، کرد و ترک و بلوچ، نمیدونم زبانهای و گویشهای مختلف و گرایشات سیاسی مختلف، همه فرع بر اون اصل حقوق شهروندی است. اینها حقوق شهروندی بسیاری از شهروندان ایرانی رو به خصوص از اهل سنت که من اشاره کردم تحت سه تا فشار مضاعف هستند، حقوق شهر مثل بقیه جامعه به خاطر مرکز پیرامون و به خاطر مذهبشون، یعنی سه ظلم رو همزمان متحمل میشن. در واقع ما نباید تسلیم هیچ کدوم از اینها بشیم. بر این اساس هست که من فکر میکنم بایستی چه در کانتکست و زمینه روشنفکری و مدنیش که بله ما اصلا اقلیت در دموکراسی، حتی تو قوانین خود جمهوری اسلامی همین حقوقی لحاظ شده، ولی اینکه بخش مهمی از این حقوق هم نادیده گرفته شده، ولی اون بخشی هم که داده شده شما لحاظ نمی کنید. ولی بالاتر از اون نباید تسلیم هیچ کدوم از این منطقه ها شد. همونطور که من حالا در کانال تلگرامی بارها هم نوشتم این رو، در ایران یک اقلیت بر اکثریت حکومت میکنه و حتی تو خود همون اقلیت هم اقلیت بر اقلیت حکومت میکنه. یعنی در جریان سنتی هم جریان راست افراطی یک جریان کاملا کم شماری است. یعنی واقعا همین سیاست هایی که آقای خامنه‌ای دارن حمایت میکنن در سیاست خارجی، در منطقه، در مداخلاتی که در منطقه دارن، اگر در درون جریان خود راست هم به رأی گیری گذاشته بشه، اکثریت رو نخواهد آورد. یعنی بسیاری از بدنه اصولگرا هم بخشی از سیاست های آقای خامنه‌ای رو قبول ندارن و ایشون به علت نظارت استثبابی و مسائلی که به هر حال در ساختار قدرت است، در جریان اقلیت هم اقلیت رو بر اقلیت حاکم کرده. اما این صورت مسئله است. توصیف به عنوان تجویز، ما بایستی به هر حال با مقاومت و مداومت مطالبات خودمون رو بگیم، آگاهی بدیم، تشکل بدیم، مقاومت بکنیم و بیشتر توجهمون رو به جامعه مدنی از پایین قرار بدیم. وقتی جامعه مدنی قدرت داشته باشه، وقتی که مولوی عبدالحمید چند میلیون رأی وارد انتخابات میکنه، اون موقع که آقای خامنه‌ای هم مجبوره که به هر حال به رسمیت بشناسه. بنابراین ابتدا باید اون چند میلیون رأی رو ساخت، ابتدا باید اون جامعه مدنی قوی رو ساخت، جامعه مدنی که اینها ممکن از زوایای مختلف بهش حمله بکنن، تحت فشار قرار بدن، تحقیر کنن، تبعید کنن، بکشن، زندان بیندازن. به هر حال اینا هزینه هایی است که می شود پرداخت. ولی اگر این جامعه مدنی قدرتمند باشه، قدرت در مقابل قدرت بایسته، اون موقع به رسمیت شناخته میشه و دیده خواهد شد. بله آقای نخل‌احمدی، تا چه اندازه با توجه به اینکه مدافع بین المللی حقوق اهل سنت هستید و اینو ثبت کردید، تا چه اندازه شما این اقلیت مانعی برای این عنوان اقلیت دادن به جامعه اهل سنت مانعی فعالیتتون نمیشه؟ مثلا به طور مثال
یکی از موضوعاتی که بسیار مطرح میشه همین ساخت مسجد برای اهل سنت در تهران هست. این عامل نشده که بگن نیاز نیست، اصلا اهل سنت اقلیتند، کمن، نیاز ندارن به مسجد خاص؟ بله، خدمت شما هستم جناب محمودی. ما از نقطه نظر خب مؤسسه‌ای که ما در اون در حال فعالیت هستیم، سونیار، اصولا به مقتضای اسلامیت نظام جمهوری اسلامی و خب حالا اصول مختلفی که عرض کردم در قانون اساسی هست، اهل سنت از اقلیت ها به شمار نمیان. یعنی شما اگر به قانون اساسی هم مراجعه بفرمایید جز اقلیت ها تعریف نمیشن، اما خب در عمل ما میبینیم حتی از بسیار از اقلیت هایی هم که در ایران و در قانون اساسی مطرح شده خب از حقوق کمتری برخوردار هستند. دو مشکل جدی وجود داره در نظام جمهوری اسلامی ایران. یک مشکل جناب مولوی برحال این که حاکمان در ایران تلاش نمی کنن تا سرنوشت اهل سنت ایران رو رقم یا در واقع گره نزنن به مداخلات یا مشکلات در حال بین المللی یا منطقه‌ای که بین شیعه و سنی متأسفانه در حال حاضر در حال اتفاق افتادن هست، و حساب شهروندان ایران رو با تمام در واقع حسن نیت هایی که تا الان نشون دادن جدا نمی کنن از در واقع این مشکلاتی که خب وجود داره و خب مشکلات قابل قول مولوی عبدالرحمن قابل حلی هم هست. این مسئله باعث میشه که ما گاهن تصور یا اون تعریفی که از اهل سنت در ایران میشود مصادف میشود با یک سری ذهنیت های بسیار مرتجعی مثل داعش، مثل طالبان و گروه های تکفیری که گاهن برخی از مقامات تلاش میکنن یا قصد دارن که اهل سنت رو گره بزنن یا مساوی قرار بدن با این گروه ها یا با این تفکرات، در صورت که ما تقریبا 100% روحانیان اهل سنت، روشنفکران اهل سنت، فعالین اهل سنت نه تنها این گروه ها رو به عنوان سنی در نظر نگرفتن، بلکه نسبت به مسلمان بودن اونها هم کاملا موضع گرفتن و از دایره اسلام هم اونها رو خارج دانستن. به خاطر همین هم هستن که این ذهنیت من با کمال تأسف باید بگم که این ذهنیت متأسفانه حتی نه در خود حاکمیت، گاهن در برخی از روشنفکران، حتی در برخی از گاهن صاحب نظران هم رسوخ کرده و نگاه احتیاط آمیزی نسبت به فعالین اهل سنت، نسبت به کسانی که خب به هر حال به دنبال این هستن که از اهل حقوق اهل سنت به عنوان بخشی از جامعه ایران دفاع بکنن در چارچوب قانون، و این مسئله خب به هر حال کند میکنه اون مسیر یا اون راهی رو که خب به هر حال اهل سنت یا فعالین اهل سنت به دنبال اون هستن. مسئله بعدی هم که باید عرض بکنم این هست که گاهن جمهوری اسلامی ایران در گاهن که نه در بسیار از موارد نوع نگاه سیاسی به اهل سنت دارد. مثلا فرض بفرم در جریان اخیر تحلیف ریاست جمهوری در مجلس که آقای مولوی عبدالحمید و هیچ کدام از اهل سنت دعوت نشدن، شاید بشه گفت در واقع یک شیطنتی بود از طرف بخشی از حاکمیت در ایران که بخواهند در واقع مردم یا شهروندان اهل سنت رو نسبت به رأیی که در صندوق آرویختن ناامید بکنن و این امر رو یک امر بی نتیجه بدانن، یا اینکه نسبت به کل انتخابات به عنوان یک رکن اصلی دموکراسی مردم رو مایوس کن، یا اینکه نسبت به در واقع انتخاب اصلاح طلبان یا کسانی که اعتدالیون هستن اونها رو دلسرد بکنن و نهایتا کاری بکنن که بزرگان اهل سنت یا جامعه اهل سنت گردش پیدا بکنن برای رسیدن به یک سری مطالبات، گردش پیدا بکنن به سمت دیگر جریان که اصولگراها هستن. این به هر حال بازی هست که گاهن ما می‌بینیم از سمت به دلیل اهرم‌های فشار یا در واقع اهرم‌های قدرتی که اصولگراها دارن به دنبال چنین بازی‌های هست و طبیعتاً می‌طلبد که بزرگان ما مولوی عبدالحمید و بقیه بزرگان آگاه باشند و آب در آسیاب چنین حرکت‌ها و چنین تفکرهای شیطانی نریزند و همون سعی و در واقع صبر رو که تا الان داشتن ادامه بدن تا به امید خدا بتوانیم پله پله رشد پیدا بکنه جامعه مدنی ایران و اهل سنت رسیدن به یک فضای مطلوب‌تر. با
بله متشکرم استاد علی جانی. الان ما جامعه‌ای که برآوردی که از جامعه ایران میشه در توضیحات جناب عالی هم بود، تاییدم کردید که ساختار حکومت در ایران یک ساختار در واقع پیچیده و عجیب غریبی است که شاید در دنیا هم این گونه این نمونه وجود نداره. ما در جامعه‌ای قرار داریم که احزاب نمیتونند شکل واقعی خودشون، فعالیت واقعی خودشون رو داشته باشند، رسانه ها نمیتونند منتقد باشند، مرز داره حتی رسانه هایی که در واقع چرخ حرکت مدنی رو به پیش میبرند و این انتقاد هاست که رشد میده جامعه. نکاتی در قوانین جمهوری، بنود قوانین جمهوری اسلامی وجود داره، مثل همین اصل ولایت فقیه، مثل این تعیین مذهب رسمی برای کشور، مسائل این چنینی اجازه فعالیت احزاب رو نمیده. در این کشور ما اقوام های مختلف داریم. تا چه اندازه فکر میکنید ممکن هست که همین اقوام اگر منسجمتر فعالیت بکنند بتونن جایگاهی برای احزاب باشند در ایران؟ این رو مفید میدونید یا این روند رو مناسب تر میدونید یا نه باید احزاب تشکیل بدن و با همون روند کندی که موانع زیادی در جلوشون هست پیش برند و به امید به این که روزی همین قوانین، بنود قوانین اساسی هم تغییر پیدا بکنه، یا پتانسیل رو باید گذاشت روی اقوام و مذاهب؟ اینا مانند الجمع نیستند. یعنی فرض بفرمایید یک کرد یا بلوچ اهل سنت ایرانی میتونه هم عضو یه حزب باشه و مطالبات سیاسی و ملیش رو به پیش ببره و پیگیری بکنه و هم عضو نهادهای مدنی که مثلا میخواهد مطالبات مذهبی و قومیش رو پیگیری بکنه. اما بالقوه، ببخشید من صحبتون قطع میکنم برای توضیح، اما بالقوه الان ما میگیم جامعه کرد، اشاعر لرستان، بلوچ ها، ترکمن، اینا یک دایره ایجاد شده عملا، ولی احزاب رو اجازه ایجاد این دایره بهش نمیدن. من از این منظر میخوام نگاه کنم. قطعا میشه این با هم بودن که میتونه در یک جامعه کرد ملی مذهبی باشه، اهل سنت باشه، گروه های مختلف باشند، اما اجازه ایجاد این فعالیت داده نمیشه. اما کردها میتونن به عنوان کرد بودن یک انسجام واحدی رو، چون عملا این دایره براشون وجود داره، یا بلوچ ها یا بختیاری ها یا اقوام مختلف، میشه از این بستر استفاده کرد برای رشد جامعه مدنی در ایران؟ بله. ببینید احزاب خب متاسفانه در ایران، البته حالا بخوام به طور نسبی در نظر بگیریم تو منطقه، بازم ایران به علت برحال فرهنگ و تمدن دیرینی که داره وضع بهتری از خیلی از کشورهای همسایش داره. انقلاب ایران و ایرانی ها، خب معمولا همه ایرانی ها، یعنی اقوام و مذاهب و روشنفکرانش و روهم، در حال ما پیشتاز بودیم در منطقه، در مشروطیت، در حال انقلاب، حتی در اصلاحات، در جنبش سبز، و حتی الان ما در تفکر نواندیشی دینیمون، چه در بخش اهل سنت چه در بین روشن ویران شیعی، خیلی جا جلوتر از منطقه هستیم، تجارب جلوتری داریم، در حوزه زنان در خیلی حوزه ها جلوتر هستیم. اینا ربطی به حکومت هم نداره، اینا به جامعه بزرگ و در حال ملی ایران برمیگرده. اما علارغم اینها موانع جدی وجود داره به علت ساختار دوگانه قدرت در ایران، که احزاب به صورت عام، ما الان فرض کنید مثلا ملی مذهبی و نهضت آزادی که هیچ، حتی جبهه مشارکت و مجاهدین انقلاب هم اینا تحمل نمی کنند. برخلاف یه سری احزاب اولی آمدن، اتحاد ملت ایران اسلامی و دیگران رو نمیدونم، بر حال این احزاب هم دچار قبض و بسط هستن. من وقتی حزب میگم، احزابی که به هر حال به صورت رسمی و غیر رسمی میتونن فعالیت بکنن. در مناطق قومی و مذهبی هم به هر حال نشریات و رسانه هایی هستن، الان کانال های تلگرامی هستن، NGO هایی هستن که اینها نقش مدنی خوبی ایفا میکنن. فعالین سیاسی منطقه هنوز نتونستن و هنوز شرایطش فراهم نیست که حزب منطقه‌ای خودشون داشته باشن. ما داشتیم احزاب محلی در همدان یا اصفهان، من در دفاترشون سخنرانی کردم، ولی اینا احزاب کوچیکی بودن که تحت تندبادهای سیاسی سرکوب شدن.
امیدواریم روزی بشود احزاب منطقه‌ای هم شکل بگیرد، اما در همین وضعیت کنونی فعالین سیاسی منطقه‌ای می توانند در احزاب حالا رسمی و نیمه رسمی فعال باشند. آقای فرض کنید جلالی زاده در حزب مشارکت بودن، الان در حزب اتحاد ملت هستند، یا دوستان دیگه مثلا یه جبهه متحد کرد درست کرده بودن، به هر حال یک شبه حزبی حرکت میکردن. وقتی شرایط بازتر بشه به هر حال نوعی فعالیت، بذارید اینطوری بگم، فعالیت سیاسی حالا در قالب هایی که زیر سقف تحمل شرایط هست باید پیگیری بشه. چرا من این رو میگم؟ چون معتقدم بایستید اول دموکراسی رو برای ایران خواست و بعداً حقوق رو برای ذیل این به دست میاد، حقوق اقوام، مذاهب، زنان، اصناف، کارگران، معلمان زیر این به دست میاد. بین این دوتا باید تعامل باشه. یعنی اون اول انقلاب بعضی از احزاب کردی میگفتن دموکراسی برای ایران، خودمختاری برای کردستان. این صورت مسئله رو نسبتاً نسبت به بعضی از نیروهای متأخرشون دقیق‌تر میدیدن. حالا ابتدا باید ما این تجربه رو هم داریم که هر موقع شرایط کشور بازتر بوده دموکراسی بیشتری داشتیم، همه ازش بهره مند شدیم، چه روشنفکران، چه زنان، چه احزاب سیاسی، چه اقوام و مذاهب. بنابراین این دوتا تلاش رو باید به صورت موازی پیش ببریم و فکر میکنم که هرچند راه سخت و صعب العبوری است ولی هیچ راه دیگری نداریم. خیلی متشکرم آقای نخل‌احمدی. فعالیت شما به عنوان عضو هیئت مدیره مرکز دفاع از حقوق اهل سنت در مسیر حزبی، همین که عنوان مذهبی برای گروهتون، برای مرکزتون ایجاد کردید، کار رو ساده تر کرده براتون یا سخت‌تر؟ یا اگر نگاه قومیتی و مذهبی به گروه ها داشته باشیم، روند روبه جلو حرکت مدنی رو در ایران مفیدتر نمیدونید با توجه به تجربه‌ای که خودتون دارید؟ ببخشید صدای شما یک لحظه قطع شد جناب محمودی، من آخر صحبتم متوجه نشدم. نگاه مذهبی با توجه به اینکه شما یک مرکزی که تشکیل دادید، این مرکز با عنوان مذهبی داره در واقع دفاع از حقوق یک مذهب در ایران، این رو مفیدتر میدونید برای رشد جامعه مدنی و حرکت مدنی در ایران، یا پرداختن به احزاب مختلف، شکل‌گیری احزاب در کشوری که دموکراسی نیست و اجازه تشکیل احزاب درش ممنوع هست اصلا؟ خدمت شما هستم جناب محمودی. اولا که نگاه سنیار یا اعضایی که خب در هیئت مؤسس سنیار هست یک نگاه الزاماً سیاسی نیست، ما بیشتر به دنبال در واقع یک حرکت مدنی و یک حرکت اجتماعی هستیم. به چند دلیل ما خب به حال بحث اهل سنت رو انتخاب کردیم. یکی این که جامعه اهل سنت متاسفانه در ایران به دلیل خب به هر حال شرایط خاص تاریخی که داشتن، از یک به نسبت خب به هر حال یک سری کاستی های در شرایط فرهنگی و شرایط در واقع آموزشی در مناطق اهل سنت وجود داره که اینها رو مطالبات اهل سنت رو کمی در واقع خاص‌تر یا اندک‌تر کرده است. اعتقاد چندانی به مطالبه گری به اون شکل خاصی که خب به هر حال ممکنه به درسات بین المللی حتی در داخل ایران در بیان بقیه گروه ها وجود داره به اون معنا اعتقاد به مطالبه گری نداره. شکل دادن چنین گروه هایی می تواند در واقع یک پیام می باشد به اهل سنت در داخل ایران که می توانند از طریق پیوستن به یک سری گروه ها یا در واقع بیان یک سری از خواسته های خودشون در واقع کم کم اون روحی مطالبه گری یا اعتماد به نفسی رو که باید طبیعتا داشته باشن و به دلیل نوع برخورد خاص حاکمیت از اونها صرف شده، این اعتماد به نفس و این خودباوری رو به دست بیارن. اما اینکه خب به هر حال آیا چنین در واقع اسامی یا چنین فعالیت های می تواند مانع باشد؟ بله می تواند مانع باشد. عرض کردم که متاسفانه خب اگر ما در داخل ایران نگاه بکنیم، به هر حال وقتی که صحبت از گروهی برای ما پیگیری مثال اهل سنت هست، در میان حاکمیت خب طبیعتا هیچ گونه چیزی وجود نداره، هیچ گونه گرایشی برای همراهی وجود نداره و حتی در میان بخش از جامعه ایران هم غیر از اهل سنت هم ما میبینیم با نگاه تردید در مورد اینکه خب شاید شما مثلا دنبال افراطی‌گری هستین، شما به دنبال این هستین که بخواید مثلا نیازها یا در واقع اهداف برخی گروه ها رو، گروه های سیاسی دیگر رو
پیگیری بکنید یا دنبال بکنید. با چون این چیزهای ما مواجه میشیم در خارج از ایران هم. خب عرض کردم با توجه به جذب کلی که وجود داره، خب متاسفانه الان به اسلام با اون شکلی که الان در کشورهای مثل اروپا اینا تعریف شده و در حال تبلیغ کردن هستن، خب کمی در واقع با دید محتاط‌تر نگاه میکنن. اما در این حال باید عرض میکنیم که ما مسیر طولانی داریم. هیچ جامعه و هیچ کشوری نبوده است که بخواهد به دنبال آزادی باشد، به دنبال حقوق باشد و در یک فاصله زمانی نسبتا طولانی به این هدف نرسیده باشد. رسیدن به یک دموکراسی، به یک آزادی، یا به هر حال نزدیک شدن به یک جامعه آزاد در واقع مسیری هست که با یک سال و دو سال و پنج سال و ده سال بسیار و بسیار متشکرم محقق نخواهد شد و ما باید در واقع بپذیریم که این قدم ها رو باید آهسته در اما مستمر برداریم. ممنونم از شما، خصوصا در بستر در کشوری که همونطور که آقای علیجانی هم اشاره کردن پیشینه مشروطیت دارد، حرکت رو به جلو بوده. در ما امیدمون به این هست که این اتفاق در ایران شکل بگیره انشالله. امروز هم هر دو، هم استاد علیجانی و هم آقای استاد نخل احمدی هر دو از امید صحبت کردن. ما با همین امید تموم میکنیم. متشکرم از رضا علیجانی، نواندیش و فعال ملی مذهبی، و آقای نخل احمدی، عضو هیئت مدیره مرکز بین‌المللی سونیار، از حضورتون در برنامه. شب هر دو بخیر، خدا نگهدار. بینندگان عزیز، سپاسگزارم از اینکه با ما همراه بودید. تا دیدار دیگه، شما رو به خداوند بزرگوار می‌سپارم. خدا نگهدارتون.